پسری که با فسخ نامزدیش برای خانواده‌اش دشمنی خرید. عنوان داستان از نوشته های بانو فرشته غنی. مهم اجمل غفوری سلام های خود را تقدیم شما خوبان میکنم. آرزوی صحت و عافیت یک یک شما را دارم. قبل از اینکه داستان را آغاز بکنیم، خواهشمند استم تا چینل افغانستان جورنال را سابسکرایب کرده و دکمه زنگ را هم فشار بدین. اگر شما عزیزان نیز داستان هایی دارین و میخواین برای ما بفرستین، از طریق ایمیل آدرس afghanistanjournal@gmail.com و یا هم فیسبوک افغانستان جورنال میتونین برای ما ارسال بکنین. ما هم به خاطر حفظ حریم شخصی افراد و اشخاص از گرفتن نام اصلی و آدرس آنها خودداری میکنیم. اکنون آغاز داستان. وقت ما صنف دهم مکتب بودم، پدرم با پسرای کاکایم مرا به انگلستان فرستاد. در او زمان وضعیت مالی خانواده ما خیلی خوب بود. در اوایل همه گفتند که فقط باید اونجا درس بخوانم و دوباره به افغانستان برگردم. اما ما وقتی با فضا و شهرهای زیبای انگلستان آشنا شدم، دلم نخواست دوباره به افغانستان برگردم. زبان کاملا یاد گرفتم. همینجا پناهنده شدم. نصف وقت کار میکردم و نصف روز به درسایم ادامه میدادم. در اوایل که با شیوه کار بلد نبودم، در یکی از رستورانتای افغانی مصروف سرویس کردن غذا شدم. اما بعدن در یک شرکت تولیدی به حیث مدیر بخش موظف شدم. پسر کاکایم میخواست به اعضای خانواده خود دعوتنامه روان کنه. ما هم خواستم به خاطر راحتی اعضای فامیلم و مهیا کردن یک زندگی مناسب برشان به اونا دعوتنامه بفرستم. در او زمان ای کار آسانتر و بدون ضمانت پولی انجام می شد. از آنجایی که قبلا در دوسیه مهاجرتیم اسامی اعضای فامیلم ذکر شده بود، پس مشکل خاصی به وجود نامد. پدر، مادر، سه برادر و یک خواهرم بلندن آمدن. مشکل اساسی اعضای خانوادیم ای بود که همه عمرشان در فاریاب سپری شده بود. خواهرم می گفت وقت تیاره پرواز می کرد، مادرم بسیار چیغ زده بود. شاید ترسیدن از پرواز تیاره برای اولین بار حرف عادی باشه، اما وقت بلندن رسیدن در کار خصوصیم دخالت می کردن. مرا اجازه نمی دادن که شب بعد از ساعت 10 به خانه بیایم. دوستایم خو هرگز نمیتونستن که داخل خانه ما شون. زندگیم بیخی به دیگری شده بود. آزادی و استقلالیتم از بین رفت. دیگه به دل جمع زندگی کردن نمیتونستم. یک برادرم که در ولایت فاریاب در جنگ و دعوا نام داشت، وقتی اینجا رسید با وجودی که برش گفتم اینجا افغانستان نیست، باید متوجه رفتار خود باشی، اما با یک پسر دیگه افغان مشت و یخن شده بود. خوب شد با او پسر پول دادم و قبل از اینکه موضوع دادگاهی شوه حل شد. اگر موضوع به پلیس و محاکمه می رسید، شاید با خانوادیم یک جا مام روانه افغانستان می شدم. در کل بر خود درد سر خریده بودم. بازم امید داشتم که با چند سال زندگی در اینجا شاید بتانن روش زندگی کردن در اروپا را بیاموزن. اما وقت فارغ پوهنتون شدم، خانوادیم تصمیم گرفتن مرا نامزد بسازن. هیچ دختر را هم در اینجا دوست نداشتن. می گفتن دخترای اروپایی با خانواده ما نمی زیبه، باید برات از افغانستان زن بگیریم. با مخالفت های زیاد ما با عمیم که در افغانستان زندگی می کرد صحبت کرده بودن که بر ما یک دختر پاک و نجیبه پیدا کنن. بالاخره دختر پیدا شد. انوزم ما می گفتم این دختر را قبول ندارم، اما مادرم و پدرم می گفت تو قدر نشودی که خلاف میل ما تصمیم بگیری. بالاخره به افغانستان رفتیم. با تلاش های زیاد خواستم دختر را ببینم. دخترک کمسن و مکتبی بود. با ای که 11 سال تفاوت سنی داشتیم، اما مادرم می گفت امی دختر را خوش دارم، باید تو هم قبول کنی. گفتم هرگز ای پیوند قبول نمی کنم،
چون او دختر خیلی خرد است. عقیده و مفکوره ما هم متفاوت است. بانین در لندن یکان دختر افغانی را پیدا میکنیم. مادرم به خاطر این مسئله از من ناراحت شد. هر وقت غذا آماده میشد مادرم میگفت تا وقتی که مصطفی به این عروسی راضی نشه نان نمیخورم. درست شد که مادرم نان نخورده بود. بالاخره به ازدواج رضایت خاطر نشان دادم. نامزدی صورت گرفت و دوباره به انگلستان آمدیم. در اوایل نامزدی فکر کرده بودم که نامزدم میتونه به مرور زمان با من عادت کنه. اگه در کار مصروف میشدم و به نامزدم زنگ نمیزدم با من قهر میکرد. عصبانی شده همه چیز به هم میزد. داد و واویلا سر میداد. بازم گفتم حتما چون مرا زیاد دوست داره از ای که مصروف کار میشم و او را فراموش میکنم این چونین رفتار میکنه. به هر حال تحمل میکردم. اما یک روز وقت ماه رمضان بود، شب با او صحبت میکردم. از ما پرسید چطور بود روزه بخیر گذشت؟ گرسنه و تشنک نشدی؟ ما خیلی صادقانه برش گفتم که اینجا روزه 21 ساعت است. امروز خیلی خسته بودم. کار هم زیاد بود. روزه را خوردم. خدا ببخشه. هیچ فکرم نبود که پدر نامزدم استاد علوم دینی است. نامزدم به همه اعضای فامیل خود گفته بود که پسر روزه میخوره. این موضوع به حد کلان شد که حتی خسرم به همه زنگ زد و هر رقم حرفی که از دهنش برآمد گفت. ما به خاطر حفظ آبروی هر دو فامیل برشان گفتم که خیلی مریض بودم، روزه را خوردم. ما همیشه روزه نمیخورم. نازیه اشتباه کرده. او اشتباه فکر کرده و به همه گفته که ما روزه میخورم. مسئله دوباره آرام شد. وقتی بازم با نامزدم حرف میزدم با او گفتم که بار دیگه هر گپی که بین ما شد به کسی نگویه. خواستم از طریق امی عرفایم با او بفهمانم که در این خصوصی ما کار نداشته باشه و باید به همدیگه احترام بگذاریم. اما می دیدم که با عرفایم هم دختر عصبانی شده چند روز گریه و ناله سر می کرد که چرا مرا سرزنش کردی؟ وقت به خاطر کدام مسئله دعوای ما بلند می شد، یک ساعت بعد خواهر نامزدم زنگ می زد که چرا خواهر ما اقدر جگرخون می سازی؟ باید نازش بخری و برش ارزش قائل شوی. وقتی این وضعیتم می دیدم خیلی خسته می شدم. بالاخره تصمیم گرفتم و به نازیه گفتم که ما دو عقیده متفاوت داریم. نمیتونیم همسر ایدئال برای هم باشیم. از این رو میخوایم این نامزدی را فسخ کنم. نازیه با شنیدن این حرفم گوشی موبایل قطع کرد. ما مصروف کار شدم. وقت شب انترنت را روشن کردم، دیدم چندین زنگ خسرم و برادرای نازیه آمده بود. شب خواستم به آرامی امرایشان گپ بزنم اما نشد. اونا هر آن فحش و ناسزا که دلشان میخواست نثار من میکردن. بالاخره از مادر و پدرم خواستم که این نامزدی را فسخ کنن. حوصله قدر جنجال نداشتم. مادرم که در اوایل به خاطر نامزد شدنم با این دختر اعتصاب غذایی کرده بود، حالا به پدرش میگفت که دخترتان بی حیاست، با پسر دیگه رفیق است. از همین رو ما این نامزدی را فسخ میکنیم. ما به مادرم گفتم چرا به او دختر تهمت میزنی؟ اگر به او ضرر برسانن چی میشه؟ مادرم بدون مکس برم جواب داد. بچیم، اگر میگفتم که تو میخوای بدون چون و چرا این نامزدی را فسخ کنی، هزار تهمت به پای تو بسته میکردن. از همین خاطر ما پیش قدمی کردم. به خاطر این کار مادرم بسیار ناراحت شدم. اما خوش به این بودم که از تحمل این پیوند رهایی پیدا کرده بودم. اما سه روز بعد از این اتفاق عمم زنگ زد. با گریه و واویلا گفت که برادرای نامزد مصطفی آمدن و شوهر و بچه ما لتوکوب کردن و دوباره رفتن. عمم چند عکس از بچهش به ما روان کرد. عمم یک پسر و پنج دختر داشت. وقت فاریابم بودیم خیلی و پسرش دوست داشت و کوشش میکرد هر آرزویش برآورده کنه. وقت پدرم و برادرایم این خبر را شنیدن خیلی عصبانی شدن. با فامیل کاکایم موضوع را شریک ساختن.
پسرای کاکایم تصمیم گرفتن که با هم برن و به افغانستان و به خانواده نازیه به گفته خودشان سبق بتن. پدرمم راضی بود. من خیلی گفتم که از این کارا بگذرین، اما کسی به حرفم ارزش نداد. پدرم گفت ای گل تو کاشتی، حالا که به خواهرم از ضرر رساندن من ای قسم نمیمانم شم. پسر کاکای کلانم، دو برادرم و پدرم به افغانستان رفتن. با همیم صحبت کرده بودن و شب با اسلحه به خانه نازیه رفته بودن. دعوا بین هر دو خانواده صورت گرفته بود. پسر کاکایم با چاقویی که با خود داشت به برادر نازیه حمله کرده بود. یک چاقو به سینه‌اش زده بود. برادر نازیه خون زایی کرده بود و او را به شفاخانه انتقال دادن. مدت 3 روز بستر بود. بالاخره فوت کرد. همین قضیه سبب شد که دشمنی بین دو خانواده بیشتر شود. اونا با 10 تن افراد مسلح به خانه ما حمله کرده بودند. برادر کوچک ما تیرباران کردن. دفعه بعد خانواده ما با 10 افراد مسلح به خانه اونا حمله ور شدن و برادر دیگه نازیه را هم کشتن. این مسئله باعث شد که دولت هم دخیل شود. کسانی که مرتکب قتل شده بودند را به زندان محکوم کردن و بقیه به خاطر ثبت قضیه قتل و دشمنی از آمدن به انگلستان محروم شدند. حالا از او قضیه 5 سال میگذره. برادرم و پسر کاکایم در زندان هستند. پدرم در خانه امیم بسر میبره. پسر امیم 1 سال زندان سپری کرد و دوباره به خانواده پیوست. به خاطر ضد مادرم نه تنها ما آغاز خوب بر زندگی مشترک نداشتم، بلکه همه خانواده‌ایم از هم پاشید. نمیفهمم چرا بعضی خانواده‌ها این همه مشکلات میپذیرن و اما اجازه نمیتن اولادایشان به خواست خودش ازدواج کنه. حتی افغانایی که در خارج کشور هم بسر میبرند با همین مشکل روبرو هستند. بله شنونده های عزیز، قسمی که همه ما و شما داستان ای عزیز را شنیدیم واقعا خیلی متاثر کننده بود. پیام ما به عنوان یک کوچک شما ای است، البته متوجه خانواده های عزیز از عرفاییم که نباید این گونه رفتار بکنن با فرزندانشان، چی دختر است یا هم پسر. هر فرد خانواده بخصوص هنگامی که جوان میشن و زندگی مشترک را باید آغاز بکنن، این حق را دارن، حتی از لحاظ دین مبین اسلام و دیدگاه شریعت همچنان اونا حق دارن تا خودشان انتخاب بکنن. اما متاسفانه بعضی خانواده هایی که با امو رسوم و عنعنات سنتی پیش میرن باعث میشه تا کوچکترین اشتباه یا هم تصمیم کونا بر سرنوشت زندگی فرزندانشان میگیره، باعث میشه تا دو خانواده از هم بپاشه. قسمی که داستان تراژید و غم‌انگیز را که ما شما شنیدیم باعث میشه تا تعداد از افراد خانواده به کام مرگ برن و زندگی هم از هم بپاشه. به جایی که اونا جوانای خانواده خود را خوشبخت بسازن، برعکس متاسفانه که بدبختشان میسازن. با امید که این فرهنگ های نامناسب و ناشایسته از تمام خانواده های افغانستان و مردم ما دور شود. با امید یک افغانستان خوب و آرام و با امید که تمام خانواده های عزیز برخوردار از خوشی و سعادت در زندگی باشند. تا داستان دیگر، بدرود.